درود به میهنان ارجمند، درود به یاران و همراهان گرامی و تمام پارسی زبانان در کشورهای مختلف که به این برنامه ها گوش می کنند و مرا از رهنمودها و نقدهای خودشون برخوردار می کنند تا این برنامه ها بهتر به پیش برود. و سپاس فراوان از دوستان گرامی میهن تیوی که این امکان رو در اختیار من و بسیاری از دیگر کسان گذاشتند تا بتوانیم برخی ناگفته ها رو به گوش هم میهنان گرامی و مشتاقان برسانیم. در 29 قسمت در شناخت هویت ملی و تاریکی ها و روشنایی های آن هستیم. طی 28 برنامه ما تا قرن 4 هجری و نیز قرن 4 خورشیدی جلو آمدیم و اینک در حضور و در آستان شاعر بزرگ حکیم ارجمند و ستون استوار و زوال ناپذیر هویت ملی ایرانیان یعنی فردوسی بزرگ هستیم. در برنامه گذشته من اندکی از او گفتم و در این برنامه سخن رو پی میگیرم و همینجا تأکید می کنم که در آستان فردوسی باید درنگ داشته باشیم، زیرا واقعا درباره مسائل مختلف، درباره نکات بسیار متفاوت و در زمینه‌های گوناگون باید گفتگو داشته باشیم تا بتوانیم بهتر نقش فردوسی رو بشناسیم و بدانیم که او چه کرد. در برنامه گذشته من اشاره کردم که فردوسی بر لبه یک نظرگاه و گذرگاهی ایستاده است که در پشت سر او حدود 1800 سال تاریخ گذشته ایران قرار دارد. اسمش رو میگذاریم نگاهی به چشماندازهای سپری شده، که من این نام رو خوب یادآوری بکنم روی خاطرات و یادداشت‌های خودم گذاشته بودم. حدود فکر کنم 1500 صفحه نوشته بودم تا سال 1165، ولی موقعی که از عراق آمدم به اروپا سپردم به دست دوستان که بعدها به من برسانند، ولی هرگز نرساندن. به هر حال این نام رو میگذارم به نگاه فردوسی به پشت سر، نگاهی به چشماندازهای سپری شده. 1500 سالش تاریخ باستانی ایران بود، حدود 300 سال تاریخ پس از اسلام، و فردوسی از چشماندازهای سپری شده رو برگرداند و افق آینده رو نگریست، افقی که تا الان کشیده شده و ضرورت سرودن شاهنامه رو درک کرد که بدون شاهنامه و بدون تاریخ گذشته ایران چه بر سر آیندگان خواهد آمد، که متاسفانه در زمینه‌های مختلفی برآمده است. خاورمیانه را نگاه بکنید و به خصوص آنچه در افغانستان از ذات و بنمایه آیینی که 300 سال قبل از فردوسی وارد ایران شد، چیزی که از این بنمایه می جوشد و افغانستان رو در چه فضایی فرو برده است که جدن
اندوه دل رو میگیرد فیلم ها هست. دیده اید رسما بردهداری رو تایید میکنند، رسما کشتن رو تایید میکنند، رسما با پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله در دست هر کار میخواهند میکنند. من فکر میکنم فردوسی این رو احساس کرد در صحبتهایی که خواهیم داشت. به اینجا و آنجا سفر خواهیم کرد و سعی میکنیم که بدانیم، ولی نخست برویم و نگاهی بیاندازیم به زندگی فردوسی. شاید زندگی فردوسی به عنوان مسئله شخصی اهمیتی نداشته باشه برای ما، زیرا فردوسی در قرن چهارم نزیست. زندگی واقعی او تا الان ادامه داره و ما این زندگی رو بررسی میکنیم، ولی اشاره‌ای به زندگی شخصی خود او نیز بجاست. و من میخواهم با چند خط از شاهنامه که روح و روان اندیشه فردوسی رو به خوبی نشون میده از فردوسی سخن بگویم. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. و زویت فزونی و هم زو کمیست، از او شادمانی و زویت غمیست. نباشد همی شادمان یک زمان، خرد تیره و مرد روشن روان. که دانا ز گفتار او برخورد، چه گفتان سخنگوی مرد از خرد. دلش گردد از کرده خیش ریش، کسی کو خرد را ندارد به پیش. همان خیش بیگانه داند ورا، هشیوار دیوانه خواند ورا. نباشد همی شادمان یک زمان، خرد تیره و مرد روشن روان. وضعیتی که در حقیقت ما داریم یا داشتیم، خرد رو به کناری گذاشتیم و افتادیم به دام آخوند و حکومت آخوندی. و باز تأکید مؤکد میکنم، اکثریت مردم ما به تبع نمایندگان فکری خودشون که بخشیش آخوندها بودن، بخشیش روشنفکران غیر مذهبی بودن، بخشی روشنفکران مذهبی و سیاسیون اون روزگار بودن، سازمان های سیاسی، خرد رو به کناری گذاشتیم، نیندیشیدیم که آری اگر شاه برود با همه وصفی که از دیکتاتوری او بر زبان هاست، چه کسی خواهد آمد و چگونه کمر تاریخ ایران خواهد شکست. و اما فردوسی لقب اوست، در حقیقت لقب او ابوالقاسم و لقب معروف او فردوسی است. اسمی از نام خانوادگیش در دست نیست. برخی از نسخه ها گفتند اسمش منصور بوده، حسن بوده، احمد بوده، یا نام پدرش حسن و احمد بوده و نام پدر بزرگ شرفشاه. ولی آنچه مانده است حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی است. و اینکه چرا به او فردوسی میگن، نوشتند که گویا سلطان محمود چنین لقبی به فردوسی داده بوده که گویا مردی است که از بهشت آمده است، از فردوس. یکی از نکاتی که میگن، ولی قابل اطمینان کامل نیست. کتابای زیادی در مورد لقبش صحبت کردن، عجایب المخلوقات، تاریخ گزیدی حمدالله مصطفی و در پیشگفتارهای شاهنامه، در دست‌نویس‌هایی که به جا مانده، گرشاسنامه اسدی
اسامی مختلفی نوشتن ولی چندان مهم نیست، ما او را همین حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی برای ما کافی است و شاهنامه او. فردوسی از زمره دهقانان بود، دهقان و دهقانزاده بود. قبلا هم اشاره کردم، الان بیشتر اشاره می کنم. دهقانان طبقه ای از زمینداران دوران پیش از اسلام بودند که در قرن دوم سوم هجری برای اینکه زندگیشون به باد نرود در زیر تیغ مهاجمان، دهقانان به اسلام گرویدند، یعنی اسلام زورکی. ولی به همین دلیل این طبقه که تمکن مالی کافی داشتند، اینها سخت به نیاکان خود و تاریخ خودشون عشق می‌ورزیدند. فرزندان دهقانان با آداب و رسوم ایرانی پرورش می‌یافتند. در گوش آنها گذشته ایران زمزمه می‌شد. و فردوسی نیز این چنین بود، اگرچه از دوره کودکی و جوانی او چیزی نوشته نشده و چیز زیادی در دست نیست، ولی از خود شاهنامه، حال هوای شاهنامه، ساختار زبانی و تاریخی شاهنامه میتونیم بفهمیم که او چگونه پرورده شده، با چه فرهنگی و چه سرمایه عظیمی رو در دوره جوانی اندوخته تا بتواند بزرگترین اثر ملی ایرانی ها رو پدید آورد. قابل تأکید است که دوره جوانی فردوسی در عصر سامانیان ایرانی تبار گذشت. این بسیار بسیار مهمه، زیرا سامانیان حمایت کافی از کسانی می‌کردند که به زبان و ادب پارسی و قبل از اسلام عشق می‌ورزیدند و نیز جالبه بدونیم که اساسا شاهنامه سرودنش در عصر سامانیان شروع شد و بعد سامانیان جای خودشون رو دادن به غزنویان و این مسئله نیز در نگاه به ساخت و بافت فکری و حال هوای شاهنامه و فردوسی بسیار قابل تأمل و مهم است. در هر حال در زمان سامانیان شروع کرد، در زمان غزنویان به پایان برد و نیز تأکید بر این نکته مهم است که شاهان سامانی در گسترش فرهنگ و ادب پارسی که فردوسی از اون بهره زیادی برد کوشش بسیاری کردند و ستایش فردوسی از این شاهان در دیباچه شاهنامه به نام کهان و مهان و نیز شاهنامه ابو منصوری مؤید این هست که او احترام زیادی برای سامانیان و پادشاهانش و بزرگان اونجا خلاصه آشنایی داشتیم. فردوسی با فرهنگ روزگار خودش کاملا آشنا بود، دیوانهای شاعران عرب رو خونده بود، با زبان پهلوی آشنا بود. کسانی مثل نولکه میگن که او دانش روزگار خودش رو خیلی خوب آموخته بود، آموزهای دینی، آموزهای فلسفی رو، اگرچه به طور رسمی به اصطلاح دانشگاهی به قول ما سپری نکرده بود، ولی آگاهی فراوان داشت و تو این زمینه بزرگانی مثل حسن تقی‌زاده، بدیع‌الزمان فروزانفر، احمد مهدوی دامغانی، سعید نفیسی، حبیب یغمایی، لازار، محمد تقی بهار، شاپور شهبازی، جلال خالق مطلق تحقیقات زیادی کردند که در دسترس همگان هست و می توانیم مراجعه بکنیم. درباره خانواده فردوسی باز چیز زیادی وجود نداره.
اینقدر هست که با توجه به مرگ پسر جوانش در سال 358 ازدواج کرده. درباره همسر فردوسی چیز زیادی در دست نیست. کسانی مثل استاد حبیب یغمایی، محمد تقی بهار، استاد بزرگ و ذبیح الله صفا اشاره کردند زنی که در آغاز داستان بیژن و منیژه به سراغ فردوسی میاد همسر اوست و اگر این گمان درست باشه همسر فردوسی زنی فرهیخته بوده که تلاش کرده فردوسی رو برانگیزد هرچه بیشتر برای سرودن شاهنامه، زنی موسیقیدان بوده، چنگ نواز، از خانواده مرفه و دهقان نژاد بود مثل خود فردوسی و طبعا در خانواده دهقانان و دهقان نژادان زنان بر اساس تربیت کهن ایرانی آموزش داده می شدند، باسواد می شدند و می توانستند بخوانند و بنویسند و از تاریخ مملکت خودشون با خبر باشند و از این زن که نامش رو در برخی منابع رودابه ذکر کردند پسر و دختری زاده شد که پسر در سن 37 سالگی موقعی که فردوسی 67 ساله بود درگذشت. از ابیاتی که در شاهنامه در سوگ این پسر به جای مانده مشخص میشه که فردوسی در این زمان 67 ساله بوده و با این حساب میشه عمر او رو دریافت که چقدر زندگی کرده. و یک دختر به جای ماند که معروف در تاریخ ادبیات و اینکه سرانجام اون پولی رو که پس از مرگ فردوسی سلطان محمود پشیمان شد و فرستاد برای دختر فردوسی، او این پاداش رو یک کاروانسرایی ساخت به نام کاروانسرای چاهه که گویا ناصر خسرو رو دیده. این اندکی است از بسیار و نکاتی در مورد زندگی فردوسی که همینطور که اشاره کردم چندان به دست ما نرسیده و باید در خود شاهنامه ما فردوسی رو بشناسیم و دنبال کنیم از زمانی که شروع به سرودن کرد تا زمان حاضر در روزگار ما که در کنار ما نفس میکشد. ولی قبل از این که ما وارد شاهنامه بشیم باید به چند نکته توجه بکنیم. یکی این که فردوسی مآخذی رو که استفاده کرد چه مآخذی بود و از این مآخذ باید یاد بشه تا بدانیم که ریشه ها و پایه ها چی بود. پایه اصلی شاهنامه شاهنامه ابومنصوری بود که به نثر نوشته شده بود و اگرچه در روزگار ما یعنی بعدها در اثر حوادث تاریخی بیش از 15 صفحه از اون بر جا نماند که در مقدمه شاهنامه ها ذکر می شد، ولی در زمان فردوسی این شاهنامه ابو منصوری وجود داشت و فردوسی این رو مطالعه کرد و از اون استفاده کرد و بدون شاهنامه ابو منصوری به احتمال زیاد فردوسی توان این رو نداشت که این شاهنامه نثر رو پایه کار قرار بده و تبدیل کنه به این شاهکار جهانی و ایرانی. شاهنامه ابو منصوری در سال 346 هجری قمری به دستور و سرمایه ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق طوسی حاکم طوس و به دست ابو منصور معمری وزیر او به رشته تحریر کشیده شد، نوشته شد و این شاهنامه که به نثر نوشته شده بود به تاریخ ایران پیش از اسلام می پرداخت و تبدیل شد به اصلی ترین منبع فردوسی در سرایش شاهنامه. البته
اشاره بکنم فردوسی در هولهوش شاهنامه ابو منصوری به تحقیقات بسیار زیادی دست زده بود که من در طول صحبت‌ها اشاره خواهم کرد. همونطور که اشاره کردم این کتاب کلیاتش در دست نیست و مقدمه اون به دست آیندگان رسید. فردوسی این رو در دست داشت ولی بعدها این از بین رفت و 15 صفحش به من مقدمه شاهنامه در نسخه های خطی شاهنامه نوشته شد و این در حقیقت به یادگار مونده از شاهنامه ابو منصوری که از گرامی ترین میراث های ادبی فارسی است. خود این رو میشه بحث کرد، من اجالتا میگذرم که چگونه محمد بن عبدالرزاق دستور داد که تاریخ ایران رو گردآوری کنند تا سقوط ساسانیان و بیادگار بگذارند برای آیندگان و این تاریخ رو بر اساس سنت اون روزگار خدای نامک می نامیدند که در دوران اسلامی کلمه خدای از معنی شاه به معنی پروردگار تحول یافت و سرانجام این رو بر اساس همین سنت شاهنامه نامیدند. در مقدمه این اثر ارزشمند از 4 نفر به نام ماخ پیر خراسانی از هرات، یزدانداد پسر شاپور از سیستان، شاهوی خورشید پسر بهرام از نیشابور و شادان پسر برزین از توس به عنوان 4 بزرگی که راوی شاهنامه ابو منصوری هستند یاد شده و به مدد اونها این اثر خلاصه تحریر شد و به جای ماند. فردوسی در شاهنامه از شاهنامه ابو منصوری به خوبی یاد میکنه و از محمد بن عبدالرزاق با ستایش فراوان به عنوان پهلوان دهقان نژاد یاد میکنه. از شاهنامه نیز شاهنامه ابو منصوری به اسم نامورنامه یاد میکنه، میگه یکی نامه بود از گه باستان، فراوان بدو اندرون داستان، پراکنده در دست هر موبدی، از او بهره ای نزد هر بخردی. یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و بزرگ و خردمند و راد، پژوهنده روزگار نخست، گذشته سخنها همه باز جست، ز هر کشوری موبدی سال خورد، بیاورد که نامه را گرد کرد. بپرسیدشان از کیان جهان و از آن نامداران و فرخ مهان، که گیتی به آغاز چون داشتند، که ایدون به ما خوار بگذاشتند، چگونه سر آمد به نیک اختری، بر ایشان بر آن روز گنداوری یا گنداوری. بگفتند پیشش یکایک مهان سخنهای شاهان و گشت جهان، چو بشنید از ایشان سپه بود سخن، یکی نام ور نام افکند بن، چنین یادگاری شدن در جهان، بر او آفرین از کهان و مهان. میبینیم که من بعد درباره دین فردوسی، گرایشات فردوسی، گرایشات فلسفی او سعی میکنم که به این طرف و آن طرف برویم با هم و ببینیم فردوسی چگونه فکر میکرد، ولی همینجا میبینید که پایه و مایه شاهنامه رو اگرچه بزرگ توس دستور داده ولی ریشه هاش رو موبدان و بزرگانی که نگاهبانان آیین گذشته ایران یعنی هویت ملی راستین ما ایرانیان بودند، اینها بودند که در حقیقت این ریشه رو آبیاری کردند. و درباره شاهنامه ابو منصوری باید جدا صحبت کرد، اجالتاً چون ما در حال گذر یا در آستان سرای فردوسی هستیم میگذارم اشاره وار و کسی دیگه ای رو که باید
در کنار فردوسی چهره او رو دید، دقیقی است شاعر بزرگ ابو منصور محمد ابن توسی با لقب دقیقی در سال 320 هجری قرن سوم اوایلش متولد شد و جوان بود 30-40 ساله که به دست غلامی کشته شد. از نگاهبانان شعر پارسی است، در زمان حکومت سامانیان زندگی میکرد و او کسی بود که با دسترسی به شاهنامه ابو منصوری کوشش کرد که این شاهنامه رو از نسب به نظم در بیاوره، چون تقریبا میتوان گفت که شعر و امکانات شعری یعنی قافیه وزن موسیقی موجب میشد که شعر محتوا رو راحت تر انتقال بده، مردم بتونن حفظ بکنند، و دقیقی به این کار دست زد. یعنی نخستین کسی بود که پیش از فردوسی سعی کرد شاهنامه رو به سرایت 1000 بیتش رو سروده بود و پادشاهان سامانی به خصوص نوح دوم سامانی به اون امکان دادند که این رو شروع بکنه، ولی متاسفانه به دست غلام محتاج کشته شد. روایت ها زیاده در مورد دقیقی که یکی از قوی ترین روایت ها این هست که او با توجه به اسم و لقبش، اسم اسلامی گویا مسلمان بوده، ولی بعد بازگشت کرده به آیین زرتشت و با توجه به تعصبات مذهبی این روزگار کسی که غلامی بوده، این فرد مسلمان که آخونده میگن شیعه بوده یا این مهم نیست، چون زمانی که دقیقی زندگی میکرد تشیع چندان رگ و ریشه سفتی نداشت، گسترده نبود، ولی به هر حال بازگشت به آیین کهن کرد. شعری هم که سروده که میگه دقیقی برگزیده چهار خصلت به گیتی از همه خوبی و زشتی، لب یاقوت رنگ و ناله چنگ، می خون رنگ و کیش زردشتی. این که برگزیده، شعر اگه دقت بکنیم نشون میده که آیین زرتشتی رو برگزیده، بلکه دین پدری اون نبوده که در گذشته مسلمان زاده بوده، طبعا مثل همه کسی که مسلمان زاده باشه بر نمی گذیند. اگر زرتشتی زاده بود بر نمی گذید. نشون میده که این برگزیدن یعنی دین رو انتخاب کرده. به هر حال او کسی است که باید در کنار فردوسی دید. بسیاری در مورد اون تحقیق کردن، خارجی ها بیش از ما، کسانی مثل نولتکه، مثل ادوارد براون و نیز در دارتون معارف ها، در آثار خاورشناس بزرگ جورج یاکوب که در مورد دین دقیقی تحقیق کرده، گفته زرتشتی نبود بلکه زرتشتی شد، و نکات دیگه. به هر حال او رو نیز ما باید در کنار فردوسی ببینیم و نامش رو گرامی داریم، شاعر بزرگی که شعرهای عاشقانه اون از زیباترین شعرهای به جای مانده روزگار ماست، و من چند خطی از یکی از شعراشو میخونم. یکی زرتشتوارم آرزویی است که پیشت زند را برخوانم از بر، بیزدان که هرگز نبیند بهشت، کسی کو ندارد ره زرتشت. یا برخیز و برافروز هلا قبله زرتشت، بنشین و برافکن شکم قاقم بر پشت، بس کس که زرتشت بگردید و دیگر بار ناچار کند رو به سوی قبله زرتشت. باید به دقیقی گفت حرف اون تا اندازه‌ای در روزگار ما نیز واقعیت پیدا کرده که شمار زرتشتیان به دلیل برکت جمهوری اسلامی و کاری که مردم ایران کردن پس از مدت‌ها در حقیقت زیاد و زیادتر شده.
این نکاتی بود از زندگی فردوسی، ریشه های کار شاهنامه ابو منصوری و نیز کار ارزشمند دقیقی. صحبت درباره هویت ملی است. برای شناخت مطلب به دلیل گستردگیش ما مجبوریم که در کوچه پس کوچه ها پرسه بزنیم برای شناخت. بحث مرده یعنی فقط افسردن محفوظات و دهان باز کردن و سخن بسیار گفتن و اوقات این و آن رو به هدر دادن کار من و ما نیست، کار شما هم نیست. زندگی ارزشمندتر از اونه که ما دلخوش کنیم به این که بدانیم مثلا شاهنامه ابو منصوری چگونه بود یا دقیقی چگونه زیست، غلامی که او رو کش غلام خودش بود یا نبود، یا پدر فردوسی کی بود، مادر فردوسی کی بود. ما مشکل داریم. مشکلمون اینه که امکان زندگی رو دین و آیین تحمیل شده ای که نزدیک به 1400 سال قبل سر و کلش پیدا شد از ما گرفته. در طول تاریخ نیز این آیین این امکان رو از ما سلب کرد، ما رو مسموم کرد، بد جوری هم مسموم کرد. من بارها و بارها تاکید کردم، دوستان گرامی، مخالفان، منتقدان، دشمنان، با کمال ادب و احترام، ما مسمومیت فلسفی و تاریخی داریم. از نظر فلسفی بروید و بنیانهای آیینی که مملکت ما رو مسموم کرد ببینید. از نظر تاریخی 1400 سال نگاه بکنید، چه گلی بر سر ما زده است. جز این که کنترل تفکر جهان بینانه و فلسفی ما رو گرفته و ما اکثرمون یک بار حتی کتاب موسوم به آسمانی رو که توسط جبرئیل فرود آمده نخوانده ایم، فقط میترسیم، فقط احساس میکنیم دورورش مدارهای جاذبه داره میچرخه و باید احترام بگذاریم و او ما رو به بهش خواهد برد و ما رو جاودانه خواهد کرد. ولی یک بار به عنوان یک کتاب، میگن قرآن یعنی خواندنی، باید خواندش. اتفاقا نثرش هم برخلاف متون عربی نثر ساده است، میشود فهمید که چه گفته است. ما نخوندیم، از نظر تاریخی نگاه نکردیم که در طول 1400 سال با ما چه کرده، کدام جمهوری دموکراتیک، کدام رجلی که یک نفر مثل اسپینوزا یا ولتر یا زکریای رازی یا انگشت شمار خیام به ما تحویل داده. خبری نیست، حکومت دموکراتیک خبری نیست. بارها من گفتم در کنار قدرت‌های حاکم از زمان غزنویان و حتی سامانیان ایرانی تبار و ارزشمند تا الان در دیواره حکومت‌های سلطه‌گر به عنوان عامل استحکام به کار گرفته شده. الان که رسماً خیال ما رو راحت کردن، جیک بزنید، این آقای غضنفرپور آخوندی بود که رئیس دادگاه انقلابه، گفت مردم هم به انقلاب کمک نکنند، ما حوثی‌های یمن رو میاریم، زینبی‌های پاکستان رو میاریم، نمیدونم جیش و اشد و شعبی رو میاریم و خلاصه خیلی به زمان مهربانانه گفت سرکوبتون میکنیم. اینجاست که ما باید فکر بکنیم که چه چیزی رو ما از دست دادیم و مشکل هویت ملی، مشکل شومانیزم فارس نیست، مشکل برتری فارس بر کرد و ترکمن و عرب نیست. برای من یک تعهد دارم به ایران به عنوان ایرانی بودن، وگرنه در نگاه فلسفی من کل زمین یک دهکده است با ساکنانی که همه انسانند و باید کوشش کرد که
نهایتا این زمین رو تبدیل به دهکده جهانی کرد، البته پس از گذر از رنج ها و سیاهی های بسیار. بحثی اگر هست، بحث هویت ملی، بحث نجات اتفاقا همه ما از کرد و لور و ترکمن و بلوچ و عرب و نمیدونم گیل و مازندری و فارس و غیره، از اندیشه است که ما رو قفل کرد. شما نگاه کنید، من گفتم باید بحث رو زنده نگاه داشت، یعنی کوشش کرد که این بحث کمک بکنه که ما بفهمیم، وگرنه قصد افزودن محفوظات نیست. به جای افزودن محفوظات و بقیه رو خسته کردن و خود رو خسته کردن، بهتر است برویم در دامن طبیعت و نفسی بکشیم تا فقط علاقه داشته باشیم محفوظات بیانباریم. اگر حرفی زده میشه به خاطر درک. شما نگاه بکنید، من درباره هویت ملی دارم صحبت میکنم و گفتم هویت ملی ما ضربه خورده بود. فردوسی نگهبان این هویت ملی است. میخواییم برگردیم این هویت با کمک من جمله فردوسی و شماره دیگر. و این مسمومیت هویت ملی ما رو در سال 57 و سالهای قبل از اون از سلطنت به دامن امامت و خلافت پرتاب کرد. ولی ماجرا تلخیش اینجاست که کوشندگانی که در حزب نفرت علیه شاه ایران به خیابان آمدند و استبداد او را محکوم کردند و فریاد مرگ بر شاه سر دادند و در روزنامه های وقتی شاه رفت با تیتر درست نوشتند شاه رفت، اینها بی‌هویت بودند و بی‌هویت بودیم ما. اگر هویت داشتیم می‌دانستیم کسی که دارد می‌آید هزار بار هویتش ضد ایرانی تر از اصلا قابل مقایسه با محمد رضا شاه نیست. یک مش آخوند با خروارها کتاب بر پشت الاغ‌هایی که از قرن اول هجری پر از چرندیات بود راه افتادن اومدن زندگی ما رو در کنترل خودشون گرفتن. من بارها گفتم مردم رو محکوم نکنیم. آری مردم همین الان هم در خرم‌آباد که برید مراسم گلمالی واقعا حال آدم رو بد میکنه، یا تو سر زدن و زنجیر زدن و قمه زدن، ولی مردم توده های بیشکی هستن که به تبع نمایندگان فکری و سیاسی خودشون، به تبع شاعر، نویسنده، رجل سیاسی، روشنفکر، جامعه شناس، روانشناس و غیره حرکت میکنن. کجا هستن روانشناسان و جامعه شناسان ما؟ کجا هستن نیروهای سیاسی ما که دارای هویت روشن ملی بودند و اگر داشتند می توانستند خطر رو علی رغم اشتباهات محمد رضا شاه بفهمند و دست نبرند به سلاحی که هر شلیکش به نفع خمینی تمام شد. من تأکید می کنم جنگیدن مسلحان علیه محمد رضا شاه بزرگترین اشتباه بود توسط سازمان‌های سیاسی در رأس همه سازمان چریکای فدایی خلق و سازمان مجاهدین. داریم صحبت میکنیم، امیدوارم که بیایند و پاسخ دهند و فقط تأکید بر استبداد محمد رضا شاه و بستن مجلس و بستن روزنامه ها، بستن احزاب، تک حزبی کردن و اینکه با چریک اینطوری برخورد میکرد و حدود 500 نفر در طول 57 سال حکومت سلطنت رضا شاه و محمد رضا شاه کشته شدند، اعدام شدند، تیرباران شدند، رو این تاکید نکنند. رو اینکه خود ما چه هویتی داشتیم. با چه هویتی می‌خواستیم بجنگیم؟ با هویت فردوسی؟ با هویت خیام؟ با هویت زکریای رازی؟ با هویت کسروی؟ البته اینا رو هیچ کدوم من مطلق نمی‌کنم. ولی می‌توانستیم بفهمیم. ببینید الان ماه شهریور، من 3-4 نکته از تقویم شهریور رو برای شما میخونم. اول شهریور سال 50 ضربه به سازمان مجاهدین است.
دستگیری بیش از 90% کادرها و بنیانگذارانش که بعدش هم اعدام شدن پس از مدتی. مهدی رضایی 16 شهریور تیربارون میشه. جناب طالقانی، آیت الله خوشنام و مردمی در 17 شهریور فوت میکنه یا مسمومش میکنن در خانه آقای چهپور و میرود. 15 شهریور سال 44، 57 سال قبل، سازمان مجاهدین خلق ایران بنیانگذاری می شود. یکی از بزرگترین سازمان های سیاسی مملکت ما که نقش، اگرچه در سال 50 ضربه خورد، ولی تبدیل شد به یک نگاه، به یک فرهنگ. انبوه کشتگانش تبدیل شدن به پرچم مبارزه علیه شاه و در سال 57 شاهد بودیم که از تصویرها و اسامی کشتگان و جان باختگانش بر سر دست بودن و مردم رو میشوروندند علیه محمد رضا شاه. بحث تیرباران، بحث کشتار رو میشه کرد، ولی یک گام بریم عقبتر. ببینید، سر هویت ملی، برای اینه که من میگم باید تو کوچه پس کوچه ها ما جلو عقب بریم تا فقط محفوظات نیندازیم. با کمال ادب و احترام، علی‌رغم تمام ناجوان مردی هایی که نسبت به خود من شده توسط این 3-4 ساله اخیر، مزخرفات و یاوه هایی که بافتن، تهمت ها، توهین ها و اتهامات که به قول معروف مرغ پختم به خنده می افتد از آن، فقط به درد خودشون می خوره. ولی من با کمال ادب و با آرزو این که بیندیشند، برای اینکه این کاروان سرای بسی کاروان گذشت، ناچار کاروان شما نیز بگذرد، کاروان ما نیز بگذرد، کاروان من هم که کاروانی ندارم نیز بگذرد و آیندگان قضاوت خواهند کرد. سوال اینه با کدام هویت ملی شما به جنگ برخواستید؟ آیا ایران و هویت ایرانی و منافع مردم ایران، منافع واقعی اونها به عنوان ایران و ایرانیت در جنبش شما سهمی داشت؟ من بعد به فرصت شد به نیروهای چپ هم خواهم پرداخت. سال 44 این سازمان رو بنیانگذاری کردید و اسمش اول چیز دیگه بود و بعد تبدیل شد به سازمان مجاهدین خلق ایران. مسئله اول، ببینید، نام نشان دهنده یک محتواست. وقتی ما میگیم که سازمان مجاهدین خلق ایران، ما دنبال هویت میگردیم و بالای آرم وقتی می نویسند فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، که بنده خودم هم هزاران بار این رو تکرار کردم در دورانی که اعتقاد داشتم، اعتقادی سراسر احساس و عاطفه و بدون هیچ شناخت منطقی، و هیچگاه فکر نکردم که این از کجا میاد، از چه کتابی، از چه اندیشه‌ای. شما بروید به اصل قضیه، کلمه مجاهد و مجاهدین رو دنبال کنید. آرمی که سازمان مجاهدین داره، آیه 95، بخشی از آیه 95 سوره نساء است که مقایسه کرده جهادگران و مجاهدین رو با بازماندگان از جهاد. حالا وقتی شما برید توی اصل آیه میبینید که
آیه 95 از در حقیقت آیه 95-96 اشاره میکنه که مؤمنان خانه نشین که زیان دیده نیستن با آن مجاهدانی که با مال جان خدا خود در راه خدا جهاد میکنن یکسان نیستن. خداوند کسانی را که با مال جان خود جهاد میکنن به درجه ای بر خانه نشینان مزیت بخشیده و همه را خدا وعده نیکو داده، ولی مجاهدان را بر خانه نشینان به پاداشی بزرگ برتری بخشیده است. فضل الله المجاهدین القاعدین اجرا عظیما، اجر بزرگ بهش بده. ببینید کلمه جهاد و مجاهد یک معنی مذهبی داره، یعنی فرمانده کسی که مجاهد است و مجاهدین از آغاز جناب الله، و جهاد یک جنگ مذهبی است، تو ایده جنگ ملی قرار نمیگیره. برویم و تفسیرها رو بخونیم، شأن نزول رو بخونیم از کتابایی که در دسترس مجمع البیان هست و جناب فضل ابن حسن تبرسی این رو توضیح داده. حکایتی است که دو سه نفر بودند که به دلایلی نرفتن به جهاد، یکیشون هم کور بود، عبدالله مکتوم. بعد آیه نازل شد که کسانی که خلاصه جهاد میکنند اینا اجرشون بالاست، ولی کسانی که کور هستند و اینا اشکال نداره و خداوند کاری به کارشون نداره. بازماندگان از جهاد رو اشاره کرد و میتونیم بریم بخوانیم و ببینیم. کسانی مثل مکارم شیرازی، علامه طباطبایی، نمیدونم تبرسی، حسینی همدانی و ده ها آخوند کله گنده و کسانی که خوشنام هستند، حتی همسال طالقانی، اشاره کردند که داستان جهاد چیست. در تشیع و در تسنن نیز این مسئله هست، جهاد اکبر داریم، جهاد اصغر داریم، ولی ته خط مجاهد یک رزمنده مذهبی است، یک رزمنده مسلمان است که در زیر اتوریته الله در می جنگه. شما بروید و همراه با شناخت کلمه جهاد و مجاهد ببینید من دارم رو بحث هویت ملی صحبت می کنم. قصد نقد مجاهدین نیست، قصد نقد یک موضوع است که ما بفهمیم که چه بلایی بر سرمون اومده و نباید به هیچ وجه در سرزمینی با 16-17 تا قوم و مکاتب و ادیان مختلف، از سنی گرفته، از بهایی گرفته، بابی گرفته، زرتشتی گرفته، ایزدی گرفته، صوفی گرفته، عارف گرفته و بابی گرفته، بیان آقا جون یه سازمانی درست میکنیم که اگر بخوایم بهش وفادار باشیم تو قافیش گیر خواهیم کرد. یا نمیفهمید مجاهد یعنی چی؟ یا نمیفهمید جهاد یعنی چی؟ و میخواهید از فضا و مشروعیت عمومی که در میان جامعه وجود داشت که دیگه به نظر من نداره، تموم شد، اون علف رو بوزی خورد. نسلی که برمیآید نسلی است که اگر پا به میدان مبارزه بگذارد به دنبال لایسیته، سکولاریسم و دموکراسی است و الان هم در ایران داره خودشون نشون میده، کمر آخوند دارم خم کرد. ولی من بحثم بحث هویت ملی است. میگم آقا سال 57 سال قبل سازمانی بنیانگذاری میشه که اساسا رنگی از هویت ایرانی به جز نقشه ایران نیست و بالای سر نقشه ایران آیه ای کوبیدند که مربوط به کسانی است که اومدن ایران رو اشغال کردند با جنگ مذهبی و مردم رو به ضرب شمشیر مسلمان کردن. شما بروید لطفاً و فراتر از این کلمه من خواهش میکنم سوره نساء رو که تهش این فضل الله هست یک بار دقیق بخونید. اولا ببینید که این ساخت و بافت این سوره از فلسفی تا مسئله زن تا مسائل حقوقی چنان با هم آمیخته که آدم تعجب میکنه. که اول شروع میکنه که ای مردم از مخالفت با فرمانهای ما بپرهیزید، آن که شما را از یک تن آفرید و جفتش را از جنس او پدید آورد و از آن دو تن مردان و زنان بسیار، که این تئوری رد شده.
میتونیم معتقد باشیم به آدم حوا. بردارید کتاب ها رو بخونید، دوره ای که این آدم حوا خلق شدن بر اساس کتاب های قبل از قرآن 7-8 هزار سال بیشتر نیست، در حالی که 200-300 هزار سال انسان اندیشه بر سر کلش پیدا شده و تئوری تکامل نشون میده که اینطوری نیست. حالا توجیه بکنن انسان در گذرگاه تکامل، نمیدونم آقای ایکس یک کتاب بنویسه خلقت انسان، توجیه اینا همون اولش آدم متناقض میشه. آری می شود معتقد به جهان آفرین بود، مثل اسپینوزا، مثل فلاسفه به قول معروف اگنوستیست و بسیار کسی مثل اونامونو که میگه جهان یک کلمه است و خدا معنای آن، ولی نرفت که تکلیف روشن کرد که آقا جون از نفس واحده شما را آفرید آدم و حوا، بعدم با اردنگی از بهش بیرونشون کردن و ما میمونیم تو قافیش، یا باید نفهمیم اگرم کسی جیکس از سرش بکوبیم آقا زندیقی کافری مشرکی، یا باید علمو بذاریم کنار یا توجیه بکنیم. این اولیش آیه یکم، شما را از زن و مرد آفرید، اینطوری نیست. و بعدش هم میگه خدا نگهبان شماست، بعد بلافاصله بنده نمیدونم که چرا موقعی که یک آیه جهانشناسانه رو داره ارائه میکنه بلافاصله میگه اموال یتیمان رو نخورید، خلاصه میره سراغ یتیمان، بعد دختران یتیم رو خلاصه باشون تحت سرپرستی شما، خلاصه اگر باشون ازدواج کردید عدالت ورزید، که راه رو باز میکنه برای کسایی که آداپته میکنن که اونا رو بگیرن، الان تو ایران فراوانه. بعد میفرماید زنانی که شما را خوش آید دو دو و سه سه و چهار چهار به همسری بگیرید. پس اگر میترسید به آنان به عدالت رفتار نکنید، به یک زن یا به کنیزانی که مالک شده اید. ببینید دوستان گرامی، این آیه فضل الله رو، آیه مجاهدین رو از صد بریم به عمق. ببینید این سوره رو خواهش میکنم، من میذارم بخوانید لینکش رو. در آغاز اون از یک تن آفریدیم، بعد میره سراغ یتیما، بعدش هم میره سراغ این که آقا زن یکی یکی، دوتا دوتا، ستا ستا، چارتا چارتا بگیرید. بر اساس این اندیشه که دختران یتیم رو اوکی میده، ما میخواییم یک سازمانی رو پیاندازیم که جامعه ایران رو ببرد به آینده. اوکی چند همسری که الان تو ایران و افغانستان و خاورمیانه قربونش برم. بعدش هم نصیحت میکنه آقا از عدالت منحرف نشوید، مهریه رو بپردازید از فلسفی، اموالتون رو انفاق کنید، یتیمان رو بنوازید، به کسانتون نیکی کنید. انگار که این بشر به قول فردوسی خداوند جان و خرد به او خردی نداده است که خودش فکر کنه که با یتیم چطوری برخورد بکنه. یتیم‌ها رو تو سوئد و نروژ و فرانسه یا انگلستان یا آمریکا بهتر باشون برخورد میکنند یا ایران بر اساس قوانین حقوقی. پروردگاری که طول و عرض کهکشان و آندرومدا و راه شیر او میلیون‌ها سال نوری است، عین یک محضردار باید تکلیف نون و آب نمیدونم یتیم و فقیر و بدبخت و بیچاره رو مشخص بکنه. آیا انسان خردمند که در زمینه تکامل اجتماعی داره جلو میره، حداقل همین کشورهای به اصطلاح بورژوازی اروپایی، کسی که عقل و شعورش از دست نده، دیوانه نباشه یا الکلیک نباشه یا کنترل داشته باشه، خب شما برید یتیم باشید یا غیر یتیم، زندگی کوچکی رو برای کسی که تا موقع کار پیدا بکنه تأمین میکنن. لزومی نداره پروردگار از آسمان هفتم از میون کهکشان آندرومدا دستور بده. این مشکله، برای اینکه من بارها تاکید کردم، من آدمی هستم معتقد به دوستان ماتریالیست، من انتقاد میکنم که شما هنوز دچار ارتجایی، دوستان مذهبی میگن شما ماتریالیستی، من معتقدم جهان را هوشی است مثل اسپینوزا، اسمم روش نمیذارم. زیبایی یک درخت یا یک پرنده یا یک گربه من همیشه مبهوت میکنه، اعتقاد شخصی منه، ولی
این هوش رو من اینقدر حقیر نمیبینم که بیاد تکلیف منو برای اینکه به یک یتیم چیکار بکنم روشن بکنه. این تکلیف رو قانون تعیین میکنه. منظور اینه که شما وقتی که ته این آیه رو، آیه 95ش که خداوند بر مجاهدین برتری داده است، کل این سوره رو میخونید، خب شگفت زده میشید. آقا ارث رو تعیین میکنه، ارث دولت باید تعیین بکنه، اموال یتیمان رو تعیین میکنه، بعد میرود به سراغ تهدید. تو آیه 13 اینها حدود خداست، تکلیف قانون رو از اول، بنابراین آخوند حق داره میگه نباید تکون بخورید. اون یارویی که تو افغانستان الان حاکم شده و بر اساس این داره میگه اینها حدود خداست و هر که از خدا و رسولش اطاعت کند خدا او را به بهشت هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است درآورد و در آن جاودانند و آن از کامیابی بزرگ. خلاصه اینجا تهدید و تطمیع و هر که از خدا و رسولش نافرمانی کند از حدود او تجاوز کند خدا او را در آتشی درآورد که در آن جاودانه است و برای او عذابی خار کننده. اینم خلاصه گوش آدم رو کشیدن، دستور کشتن زنها رو خطاکار رو دادن. آیه 15 و از زنان شما کسانی که مرتکب زنا میشوند 4 نفر مرد از خودتان را بر آنها گواهی بخواهید، پس اگر به ارتکاب آن گواهی دادن آن زشکانان را در خانه ها نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد. ببینید من فرصت نیست که 145 تا آیه این رو بخونم براتون، از تهدید، از آتیش زدن انسان، از 4 تا زن گرفتن، از نمیدونم زن رو اگه زنا کرد حبس کردن، به جای قانون کشتن اون تو کشورهای غیر ایرانی که قربونش برم، شما ببینید سنگسار میکنن میکشن، و از این که کنیز بگیرید بردهداری رو تایید میکنه، از شما کسی که به سبب تنگ دستی نتواند با زنان آزاد و مؤمن ازدواج کند با کنیزان جوان با ایمانتان ازدواج کنید و خدا به ایمان شما داناتر است. و خلاصه پس با کنیزان با اجازه صاحبانشان ازدواج کنید و مهریه آنها را بدهید، محبت هم کرده، ولی تایید بردهداری. ببینید ته این آیه شریفه که توش تو همین الرجال قوامون علی النساء هست، مردان برتر از زنها هستند، ما اگر بخوانیم میبینیم نمی شود آیه 95 رو بر فرق سر یک سازمانی کوبید که میخواد ایران رو نجات بده، یعنی با هویت غیر ایرانی، با هویتی که سوره نساء تعیین میکنه، ما از ایرانیت تهی هستیم. حال شما فقط مشکل این نیست، مشکل این است که جناب الله که نامش بزرگ باد این دستور رو داده، ولی ما رفته ایم و ببینیم که این کسی که این دستور رو میدهد، یعنی الله خود، کیست و شناسنامه اون رو ما یه مقداری بررسی بکنیم و ببینیم که او واقعیت غیر قابل شناخته. طبعا پروردگار به قول فردوسی معتقده که روی ذات پروردگار نباید زیاد فکر کرد، به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را، ز نام و نشان و گمان برتر است، فروزنده برترین گوهر است، البته این قسمتش رو درست یادم نیست. خب میشه بچنین پروردگار معتقد، ولی این کسی که وقتی هویت ما میگیم با یه هویت سوره نساء که مال ما نیست، مال اشغالگران ایران، مجاهدین کسانی بودند که آمدن دنبال جنگ مذهبی ایران رو گرفتند، و مجاهد کسی است که نمیتواند در حیطه ملی زمام یک حکومت رو به دست بگیرد، برای اینکه اگه معتقده به حرفش اینه دیگه، ولی خود الله که این دستور میده. ایشون قبل از اسلام وجود داشت،
عبدالله پدر گرامی محمد اسمش عبد یعنی برده و بنده الله بود و نیز در گذشته های دور یکی از خدایان مکه بود، احتمالاً خدای برتر، و بسیاری روش تحقیق کردند که این الله از کی سر و کلش پیدا شد، این واژه از دو بخش ال و اله ترکیب شده هزار سال قبل از اینکه محمد او رو اعلام بکنه و جبرئیل اون رو فرود بیاورد و همه رو به فرمانبری اون بخواند، برای ایرانی ها شناخته شده بود، نه تنها برای ایرانی ها بلکه برای سایر ملل، یکی از خدایان مکه بود و خلاصه چیز جدیدی نبود که بیاورند. ویژگی هاش هم نوشتند، هربرت مولر استاد دانشگاه کرنل می نویسد الله الاله قدمتی کهن دارد، ایرانیان هزار سال قبل از محمد از نام او به عنوان یکی از متعدد خدایان متعال باستانی نام بردند و بعد ایشون سه تا دختر داشتند، لات و منات و عزا، عبداللات ما داشتیم، عبدالعزا داشتیم، عبدالمنات داشتیم و ایشون مخالف بت هبل بودن یا هبل، که یکی از بزرگان به اسم عمرو بن لحی الخزائی این رو اوورد. و در حقیقت وقتی ما تاریخ رو میخونیم، ببینید دوستان گرامی، میشه خدا رو پرستید ولی این نظریه ها چیست؟ یا رد کنیم، یا اگر رد نکنیم که ایشون وجود داشته به عنوان خدای ماه، به عنوان خدای مشرکان عرب، به عنوان خدایی که ایرانی ها میشناختندش، به عنوان رقیب بت بزرگ مکه و سه تا دختر داشته، لات و منات و عزا، بنات الله. بنابراین با این نگاه اگر واقعی باشه هویت ما چیست؟ گیرم که اهورامزدا اسطوره، ولی اسطوره ای بود پسندیده تر از این و آیینی که ازش برآمده بود این چنین نبود. 14 قرن است اگر اینها واقعی باشه، ما چه چیزی رو در این میپرستیم و بر پایه چه وجودی؟ یاری محمد یک تا پرستی همه بت‌ها رو شکست، ولی این یکی بر جای ماند. حال میشه توجیه کرد، کارکردها رو دید، چه میکند برای ما بر پرچم‌هایی که این نقش بسته شده در کشورهای مختلف، بهترینش جمهوری اسلامی است که 22 بار کلمه الله اکبر دور پرچمش نقش بسته و روی پرچم نقش الله. حالا برید تا طالبان و بوکو حرام و القاعده و نمیدونم ایکس و ایگرگ، ما چه چیزی رو در این میپرستیم؟ آیا یک پروردگار رو؟ آیا یک وجود معنوی عظیم که جهان بی‌نهایت رو آفرید، که فقط اندیشیدن به طول و عرض فیزیکیش آدم رو به جنون دچار میکنه، مفهوم بی‌نهایت با این همه قوانین مستحکم مادی، چرخش کرات و کهکشان ها، به جای رها کردن زمام اندیشه در حیطه فلسفه برای شناخت یک خدا، ما حق داریم، حق داریم اندیشه خودمون انتخاب بکنیم. ولی آیا اگر اشتباه کرده باشیم، به سراغ یک بت رفته باشیم و قرنها این رو پرستیده باشیم با ترس و وحشت و بر پایه وعده هایی که واقعی نیست، به کدام هویت رو آوردیم؟ به کدام هویت؟ چرا دوست داریم که در حیطه هویت وقتی صحبت میکنیم وارد مدار جاذبه نشیم و تحت تأثیر وعده و وحید و تهدیدها قرار بگیریم؟ و
و اینجوری خیال خودمون راحت بکنیم دیگه. وقتی میخوایم فکر نکنیم، به نظر من اینجاست که اتفاقا باید پرسید کی به اطلاعات نزدیکتره، کی به سپاه قدس نزدیکتره، کی به خمینی و خامنه ای نزدیکتر است، کی به هویت خمینی و خامنه ای نزدیکتر است. کسی که بت اون رو میپرسته و سر به سجده میذاره، کسی که کلام اشغالگران ایران رو، که الان اشغالگران ایران خامنه ای و اصحاب خامنه ای و ارتش خامنه ای است، بر فرق سازمانش نقش میکنه، یا یک پناهنده سیاسی آواره، یک شاعر، یک نویسنده، یک نمیدونم فعال حقوق بشر که قبول نداره این چرندیات رو، و اتفاقا به خاطر احترام به مقوله فلسفی خدا و در جستجوی شکستن تنهایی فلسفی خودش و اینکه من چیستم، از کجا آمدم، ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم، به اون میگید این عضو اطلاعات است. کی نزدیکتره؟ شما خیلی نزدیکترید. وقتی من تاکید میکنم روی سپایه، منتها ورود به این جگر شیر میخواد. بهتون رک بگم، بارها گفتم مبارزه فرهنگی هزار بار مشکل تر از مبارزه مسلحان است. ساده ترین بسیجی که از ورود ارتش صدام به خاک ایران خشمین بود، شجاعانه تر از هر مجاهد فدایی می جنگید و کشته شد. ولی بر پایه چه اندیشه ای؟ نیت خیر اون پایه های چه حکومتی رو مستحکم کرد؟ حالا شما نشستید حاجی حاجی مکه 40 سال آقا جان در خارجه هستیم، یک بار نرفتیم به سراغ نگاه کسانی که خدای دیگر رو باور دارند، یک بار نرفتیم آثار نویسندگانی مثل اونامونو، مثل اسپینوزا، مثل هگل، مثل کانت رو بخوانیم، یا نگاهی به اندیشه های ژان پل سارت بندازیم، کمی ذهنمون باز بشه. همچنان چسبیدیم به اندیشه آخوند، به هویت قلابی خودمون، هویتی که ردی از فردوسی بزرگ در خودش نداره. من بعد بیشتر خواهم گفت که فردوسی چه نگاهی داشت و ایران رو چگونه میدید، و ای کاش ما توان این رو داشتیم که به جای اینکه نگاه بکنیم به سوره نساء، اونم قسمت آخرش، و نخوانیم که چه محتوایی داره در زمینهای مختلف، ای کاش رفته بودیم و بر بالای آر می نوشتیم دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود، چو ایران نباشد تن ما مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد، یا یک تا مباد. این به مراتب از اون آیه زیباتر بود و پیوند ما رو با ملت خودمون مستحکمتر می داشت و نیز خود ما رو به اشتباه نمی داخت. در این زمینه من باز هم صحبت خواهم کرد. اجالتاً به همین اندازه اکتفا می کنم و شما رو تا دیدار دیگر به تأمل در آنچه که گفتم سفارش می کنم. انتقادات خودتون رو بنویسید، حتما تیز و تند پاسخ خواهم داد، برای اینکه به من کمک خواهد کرد. من خود نیست، همچنان در حیطه دانش آموزی هستم که می آموزم از دوستان خردمند، از کتاب ها، از نوشته ها، و نیز از خود شما عزیزان. موفق باشید، روزگارتان با خرد همراه باد و درود بر تک تک شما. دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن،
خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.